وغربش وموس. الو برنامه یاد خدا با عرض سلام وطندار عزیز، امید دارم جور و صحت سلامت باشین در هر گوشه دنیا که از طریق تلویزیون آریانا، از طریق صفحه فیسبوک تلویزیون آریانا و همچنان از طریق افغان دیلی هم ما را بیننده هستین. همه شما را خوش آمدید میگم. ما در سمت تگاب آمدیم، در یکی از قریه ها یک عروسی بسیار خوبی هست. امروز میخوایم تصویر از اینکه در معمولا در قریجات یا ولایت هایی که دور هستن نسبت هم رسم روایدشان در خود چه رقم غذا توضیح میکنن، چه رقم غذا آماده میکنن، چه قسکک ها دارن. مگر تا جایی که من میخوام معمولا سمت جای اطراف هایش که نسبتا دیای اوتال مفشن نیست، معمولا در باقا فرشوی هایشون عوار میکنن و غذا را اونجا آماده میکنن برای مهمان ها میبرن. بس بود پس بهتر است تا پایان امره ما باشین و بینه بداشین. ملو بوشار دیگه باید میای و چپرا کنیم. دور سره زره د خپ او غرمه شو مو څه دی ور کړ نو به
دیگه خلاص نکم تاست چی گورم خو خلق برا تناست الو جوړه خې الحمد لله ته خې بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا تقدر
دي غير نجدي وطندار عزیز، بسیار زیاد تشکری میکنم از کلتان، از حوصله مندی تک تک شما که تا این دمه بیننده برنامه بودید. در کل برنامه به خاطر ازی بود که این طرف ها یا معمول عروسی که در خانه ها برگزار میشه چه رقم آمادگی برش گرفته میشه، چوب از کجا میارن، من این کم جایی که انبار میکنن در کجا انبار میکنن، بخصوص سمت های بعض قریجات که بیاین سمت ولایت های دور دست اگه برین بحث قریجات برین باز اون جمعون رسم رواجه بسیار خاص خودش داره. اینی جمعونه دیدین در داخل باغ هر شوار کرده بودن و مردم همونجا نعمت نان میخورد، یک باغ های جدا را علایده آشپزخانه جور کرده بودن، برزو هم علایده یک جای جور کرده بودن، بر صورت یک فضای بسیار دوست داشتنی و خوشایند با موسر و صدای طبیعی بر شما با تصویر گرفتم. بر صورت از کلتان تشکری میکنم که تا این دمه بیننده بودین. تا برنامه بعدی که بازم من خدمت شما قرار میگیرم، تک تکتان بالله پاک و بی‌نیاز میسپارم. الان نگهدارتون.